عاجز و کو پناه میبرم از شر شراکه. چی جنی چی انسی شراکه از هیچ کس رو گذار نمیشه. برای هر کس افزار و آلت داره خود را فریب میده و وسوسه بکنه. حتی از ائمه از پیامبران هم ناامید نمیشه. به دنبال ائمه هم بودن، به دنبال پیامبران هم بودن، گرچه نمیتونستن بر اونها موفق شوند ولی دنبال اونها بودن. از میان پیامبران 124,000 پیامبر، تنها پیامبری که شیطان خیلی به او آزار میداد حضرت یحیی فرزند زکریا بود. همیشه میرفت سراغ او، اونم مقاومت میکرد در برابر وسوسه های شیطان. یک وقتی شیطان به شکل ظاهری خودش رفت محضر حضرت یحیی، گفت که من اراده دارم که او را نصیحت کنم، چون وسوسه زیاد کردم نشد، حالا میخواهم نصیحت کنم. حضرت یحیی گفت خدا لعنت کنم، من توقع و انتظار نصیحت از تو را ندارم، تو دشمنم هستی. گفت نه، هرچی هستم باز میخواهم نصیحت کنم. حضرت یحیی ازش پرسان کرد که آدم ها، انسان ها، بنده آدم که تو اونها را وسوسه میکنی اینا به چند دسته تقسیم میشه؟ شیطان گفت به سه دسته تقسیم میشه. یک دسته کسانی هستند که من وسوسه ایشان میکنم، وادار میکنم اینا را به گناه، میگم نگاه کن به نامحرم، اونجا برو مال مردم بخور، اونجا برو ظلم کن، اینجا برو فلان عمل شریع و ضد اخلاقی و ضد دینی دیگر انجام بده. من وسوسه میکنم این بندگان خدا را و اینها میآیند وارد میشن به گناه و معصیت و نافرمانی، گناهی را، خطایی را، اشتباهی را مرتکب میشن، ولی بعد فورا شیطان میشن از در توبه و استغفار وارد میشه، من رها میکنم عمل گناه و عمل جرمی را انجام داده ولی میره سراغ خدا، توبه میکنه، استغفار میکنه، عذر و الحاق میکنه در پیشگاه خداوند متعال، تصمیم میگیره بر ترک گناه، خدا اونا را میبخشه. باز من وسوسه ایشان میکنم، باز اونا را میارم نزدیک گناه یا وارد میکنم به حریم گناه، دوباره اونها میرن به در توبه و استغفار میچسبن و متوسل میشن. این طایفه خیلی ما را زحمت میدن، ما یک سره کوشش میکنیم که اینها را وسوسه کنیم، گاهی هم میاریم پایشون را به گناه وارد میکنیم ولی اینا با توبه و استغفار دوباره مورد بخشش و عفو خدایشان قرار میگیره. اینها کار بر ما خیلی سخت کرد. یک دسته هست. دسته دوم کسانی هستند که باید اشاره دنبال ما میرن، مثل که بچه ها با اسباب بازی بازی میکنند، چه رقم تسلط دارند، یک عده از فرزندان بنی آدم تا یک اشاره کنیم ده قدم صد قدم میآید به سمت ما، دیگه سراغ توبه و استغفار هم نمیرن. خدا نکنه آدم از این دسته باشه که هر گاه و بیگاهی فریب شیطان را بخورد و از وسوسه های شیطانی بر او کارگر بیفته ولی از توبه، از استغفار، از عذر و الهی در پیشگاه خدا و جبران کردن گناهان خبری نباشه. گفت عده اینطوری هستند، اینها بسیار کارشان راحت ما یک اشاره میکنیم اونا با سر میدوند، دنبال توبه و استغفار هم نمیرن، غرق در گناه میشن، وقتی مرگشان فرا میرسه با قلقل از گناه و معصیت از این دنیا میرو وارد میشه به جهنم سوزان برزخی و جهنم واقعی و قیامت. اما دسته سوم مثل شما هست. به حضرت یحیی گفت دسته سوم انبیا و ائمه، کسانی که اسمت دارن، معصوم از گناه هستن. این طایفه را دیگه زور ما نمیرسه. حضرت یحیی ازش پرسان کرد که آیا من در مورد خودم نگم تا حالا شده از وقتی که من رو هم فریب داده باشی؟ سراغ من که زیاد آمده ولی شده یک وقتی به مراد و مقصد خود رسیده باشی؟ شیطان گفت که نه اونطور، اما یک شبی غذا آماده کنم، میخواست که غذا بخوری، من آمدم غذا رو خیلی مزه‌دار و خوشمزه برای جلوه دادم و تو بیشتر از حد معمول غذا خوردی، بیشتر از حد معمول غذا خوردی، شکم پر شد، کاملا سیر شدی، بعد رفتی خوابیدی خواب سنگین و در اون شب دیگه توفیق خواندن نماز شب نصیبت نشد، در شب بیدار نشدی که نماز مستحبی بخوانی و نافله شب بخوانی. همین یک خاطره را از تو دارم، اونم با پرخوری.
حضرت یحیی گفت که خدا نعرت کنم، من با خدا هم عهد میکنم که بعد از که تا زنده هستم هیچ وقت از قضا سیر نکنم، پر نکنم، یک مقداری بکنم و بعد هم دیگه بس کنم. آدم هم اینه که آدم وقتی سر سفره میشینه او قدر زیاد نخوره که سیر شود، به همه اندازه این بخوره که هنوز تمایل خوردن و اشتهای خوردن برایش کافی باشه. سعدی میگه نه چندان بخور که از زهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. اعتدال. حضرت یحیی گفت من عهد میکنم که دیگر بعد از که پرخوری نداشته باشم. شیطانم گفت من عهد میکنم که دیگر رازم را افشا نکنم و کسی را نصیحت نکنم. این طور هست. این پرخوری پیامت های ناگواری را دارد، هم روی صحت و سلامتی آدم، هم روی روح و روان آدم، هم از عبادت و نماز آدم را کسل میکنه. اعتدال را در همه امور باید رعایت کرد، حتی در خور و خوراک. کل مشرب و ولا تصرف. خدا را به عزت و جلالت همون طوری که دین اسلام دین اعتدال است و امت اسلامی امت وسط هست، ما هم از افراد معتدل قرار بده.